بسم الله الرحمن الرحیم. به برنامه الگوهای ماندگار در رمضان خوش آمدید. عزیزان روزدار، این برنامه به منظور معرفی و ارائه الگوهای برتر از تاریخ اسلام برای شما عزیزان روزدار تهیه دیده شده است. امیدواریم تا پایان این برنامه با ما باشید. با عنوان اولین الگوی ماندگار امروز سری میزنیم به تاریخ اسلام و از لابلای تاریخ اسلام به یک تن از شخصیت‌های برجسته و بزرگان دین میپردازیم. ایشان کسی نیستند جز حضرت امام حسن ابن علی رضی الله عنه، کسی که سید و سردار جوانان اهل بهشت هستند، جگرگوشه فاطمه زهرا رضی الله عنهما، نواسه رسول خدا و سبتشان صلی الله علیه و سلم. بنابر قول راجع، حضرت امام حسن رضی الله عنه در سال سوم هجرت در مدینه منوره به دنیا آمدند. ایشان محبوب دل رسول خدا صلی الله علیه و سلم و ریحانه ایشان بودند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در موردشان فرمودند: اللهم احبه و احب من یحبه. بار اله حسن را دوست داشته باش و دوست داشته باش کسانی را که حسن را دوست دارند. این مرد بزرگ، این نواسه رسول خدا صلی الله علیه و سلم، از جمله شخصیت های بزرگی است که از برکت وجود مبارکشان بین دو فرقه بزرگ از فرق اسلامی که در زمان صدر اسلام با هم درگیر بودند صلح ایجاد شد. زمانی که حضرت حسن ابن علی رضی الله عنه در عامی که یا سالی که به نام سال جماعه معروف شد، جنگ های خونینی که در تاریخ صدر اسلام واقع شده بود بر آنها نقطه پایان گذاشتند و امت اسلامی را دوباره به همو وحدت و یک پارچگیشان رسانیدند. حضرت حسن ابن علی رضی الله عنه شباهت زیادی به رسول خدا صلی الله علیه و سلم داشتند. در روایات آمده که حضرت حسن در نیمه بالا به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شباهت داشتند و حضرت حسین برادرشان در نیمه پایین به رسول خدا صلی الله علیه و سلم شباهت داشتند. نظر به شباهتی که بین رسول خدا صلی الله علیه و سلم و حضرت حسن ابن علی وجود داشت، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه در مقام مداعبه و ملاعبه، زمانی که حسن هنوز کودک بیش نبودند، میفرمود: به ابی شبیه به نبی لیس شبیه به علی. سوگند که حسن به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شباهت داره، نه به علی. وی در حالی بود که علی رضی الله عنه از این مداعبه و این ملاعبه خنده می فرمود. حضرت حسن ابن علی رضی الله عنه دارای اخلاق بسیار عالی و والایی بودند. در روایات آمده که روزی بر استر خود از مقام عبور می کردند، در حالی که کودکان در آنجا نشسته بودند و در ضمن بازی نانی می خوردند، آنها حسن ابن علی را دعوت کردند تا اینکه با آنها نان بخورد. حضرت حسن ابن علی از مرکب خیش پران شدند و با آن کودکان یک جا نشستند و نان خوردند و بعداً آن کودکان را به خانه خود دعوت نموده با آنها نان دادند و لباس هم به عنوان تحفه برای کودکان تقدیم کردند. ایشان در سخاوت و جود و کرم نیز الگوی ما و شما هستند. در روایات صحیح آمده که روزی مردی دعا میکرد و در دعای خود از خداوند متعال 10,000 درهم میخواست تا با آن دین خود را ادا کند. حضرت حسن ابن علی رضی الله عنه زمانی که این دعا را شنیدند، مبلغ 10,000 درهم را به آن نفر فرستادند تا اینکه با آن دین خود را ادا کنند. سیدنا حسن رضی الله عنه کسی بودند که وجیزه های حکیمانه نیز دارند. ایشان می فرمودند که ان الحلم زینه والوقار مروءه والعجله سفه والسفه ضعف ومجالسه اهل الدناءه شين و مخالطه الفساق ریبه. همان حلم بهترین زیور و زینت است، وقار بهترین مردانگی است، عجله سفاهت و نادانی است، سفاهت نوع ضعف و ناتوانی است، و نشستن با اهل دناعت و پستی موجب پستی است، و نشستن و مخالطه فسقا و بدکاران موجب شک و ریب هست. اصحاب همواره کوشش میکردند که
از طریق با تعامل با حسن ابن علی رضی الله عنه به یک مقام و یک منصب برسن. ببخشم دوباره، اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم بی‌نهایت احترام داشتن به حسن ابن علی رضی الله عنه، چنانچه که از ابن عباس روایت شده که ایشان همیشه مرکب حسنین یعنی حضرت حسن و حضرت حسین ابن علی رضی الله عنه می گرفتن و این کار را برای خود نعمتی فکر میکردن. عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه درباره حسن ابن علی فرمود که سوگند خدا که هیچ مادری مانند حسن نزاییده است. حضرت حسن از جمله عباد و زهاد معروف نیز بودند. ایشان بعد از نماز صبح الا شروق آفتاب تا برآمدن آفتاب نشسته بودند و ضمن تلاوت قرآن کریم ذکر خدا را میگفتند و بعد از برآمدن آفتاب به زیارت همسران پیامبر امهات المؤمنین صلی الله علیه و سلم و علیهن السلام میرفتند و احوال اونها را جویا میشدند. حضرت حسن رضی الله عنه هیچ شب نمیخوابیدند مگر اینکه قرآن کریم را تلاوت میکردند. از جمله شهکاری هایشان یکم این هست که روزی شنیدند که و دیدند که غلامی در کنار دیوار باغی نشسته است و از نان میخورد، لقمه او میخورد و لقمه به سگ که آنجا بود میداد. حضرت حسن فرمودند چرا این کار را میکنی؟ گفت که حیا میکنم که من بخورم و به این سگ ندهم. حضرت حسن در جا برخواستند و رفتند صاحب باغ را پیدا کردند و این غلام را از او خریدند و آزاد کردند و باغ را نیز خریدند به غلام بخشیدند. اما غلام گفت که من این باغ را به کسی میبخشم که مرا به تو بخشیده است. و این بود که آن غلام هم این باغ را هدیه داد و در راه خداوند جل جلاله وقف نمود. سیدنا حسن رضی الله عنه در سال 50 یا 51 هجرت نبوی صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره وفات کردند و در جنت البقیع دفن شدند. در مورد سبب وفاتشان برخی روایات حاکی از این هست که اونها توسط برخی از مخالفان خیش سم نشانیده شدند و بر اثر سم فوت شدند و برخی دیگر میگویند که بر اثر بیماری. رضی الله عنه و ارضاه.